بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة خاتم النبيين وأمرنا بولاية علي أمير المؤمنين. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان گرامی. به عنوان مقدمه بسیار مختصر، خداوند تبارک و تعالی این بشر رو خلق کرده و طبیعتاً با بشر آشناست. برای تکامل و سعادت بشر خداوند تبارک و تعالی ادیان آسمانی رو فرو فرستاده که کاملترین دین، دین اسلام هست. در دین ما، در دین اسلام، ازدواج به عنوان کامل کننده دین مطرح شده. یعنی فرموده اند اگر جوانی، انسانی، مردی، زنی ازدواج کنه، دو سوم دینش رو کامل کرده. فلیتق الله فی الثلث الاخر، یعنی در یک سوم دیگر تقوا پیشه کنه. ازدواج بسیار اهمیت داره، منتها با توجه به وقت برنامه من سعی میکنم بسیار مختصر خدمت عزیزان مطالبی رو عرضه بدارم. اهمیت ازدواج اونقدر هست که شما میبینید خداوند تبارک و تعالی حتی در قرآن میفرماید، در آیه های قرآن آمده که خداوند مرد و زن رو لباس هم قرار داده. آسایش روانی جامعه به واسطه ازدواج به دست میاد و فلسفه ازدواج البته بسیار مفصله، ولی اگر بخوایم بسیار خلاصه خدمتون عرض کنم، آرامش روانی جامعه به واسطه ازدواج به دست میاد، بقای نسل به واسطه ازدواج حاصل میشه و به واسطه ازدواج هست که تکامل یک انسان، چه زن باشد و چه مرد، به وجود میاد، چون که انسان ها چه زن و چه مرد به یک دیگر نیاز دارند. ان المحبه للوصی فریضه، ان المحبه للوصی فریضه، اعنی امیر المؤمنین، اعنی امیر المؤمنین علیا، قد کلف الله البرية كلها واختاره للمؤمنين وليا. عزیزان، بشر برای اینکه موفق بشه در زندگی نیاز به الگو داره. خداوند تبارک و تعالی انسان کامل رو الگوی من و شما قرار داده. انسان کامل کیست؟ پیامبر اکرم و طبق اعتقاد ما به عبارت دیگر 14 معصوم پاک که از پیامبر اعظم شروع می شود و به آقا امام زمان سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف ختم می شود. اینها انسانهای کاملی هستند که الگوی بشرند. البته قبل از پیامبر اعظم هم پیامبران دیگر. خب شما میبینید که در رابطه با ازدواج ما میتوانیم از ازدواج خود پیامبر اعظم با حضرت خدیجه سلام الله علیها الگو بگیریم. ببینید عزیزان، اولین مطلبی رو که ما در ازدواج امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بی بی حضرت زهرا میبینیم و میتونیم درس بگیریم و استفاده بکنیم، مسئله کفویته، یعنی همتراز بودن. شما میبینید که افراد زیادی در تاریخ هست، ثروتمندان، افراد حسب و نسب دار، افراد بسیار معروف، اینها آمدند به خواستگاری بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها
اما پیامبر اونها رو رد کردن. ولی وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به صورت ظاهر یک جوان است و از نظر مال دنیا هم دست آقا خالیه، وقتی که میاد آقا پیامبر اکرم این ازدواج رو، حالا بحثای روایتیش رو بگذاریم که حضرت می‌فرماید این ازدواج در آسمان ها بسته شده و خداوند تبارک و تعالی این ازدواج رو خطاب کرده به پیامبر که باید به این صورت انجام بشه، ما می‌خوایم درس بگیریم از مسائل ظاهری قضیه. پس بحث ما، اولین بحث، بحث کفویت و همپایه بودن و همتراز بودنه. آقا امیرالمؤمنین وقتی که میان به خواستگاری، پیامبر اکرم با امیرالمؤمنین صحبت میکنن، بعد با بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت میکنن. یعنی بعد از این که با امیرالمؤمنین صحبت میکنن و مطمئن میشن، حالا آقا امیرالمؤمنین وقتی به نتیجه خواستگاری میکنند، یکی از پیامهایی که ما از این درس میگیریم، ازدواج باید طرفین به هم بخورن. این خیلی خودمونی اگر بخوایم بگیم، آقا امیرالمؤمنین داماد پیامبر میشن به این سبک که اولا پیامبر اعظم رضایت بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها رو میپرسن و بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان رضایت سرشون رو پایین میاندازن و مطلبی نمیگن. خب اینجاست که پیامبر میفرمایند الله اکبر. سکوت حضرت زهرا در این قضیه خاص رضایتش هست، چرا که اگر بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها مخالف بودن قطعا ابراز میکردن. بحث رو جمع کنم، اولین نکته ای که از این مقطع تاریخی ما درس میگیریم بحث کفویت در ازدواجه. و کفویت مسئله ثروت نیست و مسئله حسب و نسب و این مسائل نیست. آنچه را که دین ما گفته، فرموده اگر جوانی به خواستگاری دختر شما آمد، دین داشت، اخلاق هم داشت، او کفو دختر شما هست. و به عبارت دیگر در روایات زیادی ما داریم که المؤمن کفو المؤمنه. اون چیزی که کفویت رو مطرح میکنه مسئله ایمانه، مسئله دینداری است. خب در این قسمت به همین مقدار اکتفا میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله. إن المحبة للوصي فريضة، إن المحبة للوصي فريضة، أعني أمير المؤمنين، أعني أمير المؤمنين عليا. قد كلف الله، قد كلف الله البرية كلها، واختاره للمؤمنين وليا.